حامد کرزی، ممنوعیت آموزش دختران به دستور پاکستان صورت میگیرد. بینندگان گرامی، درود بر شما. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، گفته است که ممنوعیت مکاتب دختران به دستور پاکستان صورت گرفته است. او در گفتگو با مجله شپیگل آلمان گفته است که طالبان نمیتوانند دستاوردهای 20 سال گذشته را از مردم بگیرند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، بار دیگر از گشودن درهای مکاتب برای دختران طرفداری کرد. کرزی در مصاحبه با مجله خبری آلمانی شپیگل گفته است که بدون زنان تحصیل یافته ما یک کشور مرده هستیم. او افزوده است محروم ساختن دختران از تحصیل به معنای یک افغانستان منزوی است که نمیتواند روی پای خود بیستد. کرزی گفته است که ممنوعیت رفتن دختران به مکتب مبتنی به احکام اسلام نیست، بلکه این کار به دستور کشور همسایه یعنی پاکستان صورت میگیرد. به قول وی، هدف پاکستان یک افغانستان بی‌دفاع، ضعیف و فقیر است که از سوی آن هیچ مشکلی متصور نباشد. با این حال، کرزی اظهار داشته است که صداهای با نفوذ در میان طالبان نیز وجود دارند که از حضور دختران در مکاتب حمایت میکنند. رئیس جمهور پیشین تاکید کرده است که با به دست آوردن مجدد قدرت توسط طالبان، دستاوردهای 20 ساله جمهوریت حذف نشده است. او بیان کرده میلیون ها پسر و دختر از آموزش برخوردار شده اند. جامعه افغانستان مدرن شده است. آنان آزادی رسانه ها را تجربه کرده اند. حتی طالبان نمی توانند به سادگی این را از افغان ها پس بگیرند. با این وجود مشکلات اقتصادی در افغانستان در حال حاضر زیاد است. میلیون ها نفر کشور را ترک کرده اند. علاوه بر امنیت و آرامش پایدار، به فرصت های کسب درآمد، تحصیل و آزادی نیز نیاز است. با گفته کرزی، طالبان باید به گونه جدی برای به رسمیت شناختن بین المللی تلاش کنند. او علاوه کرده که برای انجام این کار باید طالبان در زمینه حقوق بشر پیشرفت های داشته باشند، فرمان عفو اعضای سابق دولت و ارتش را عملی کنند و به مبارزات داخلی قدرت پایان دهند. رئیس جمهور پیشین تاکید کرد در غیر این صورت نه توصیه‌ای وجود خواهد داشت و نه صلح. کرزی از سال 2001 تا 2014 پس از سرنگونی طالبان رئیس جمهور افغانستان بود. او در زمان ریاست جمهوریش همواره طالبان را برادر خطاب میکرد. این سیاست کرزی در برابر طالبان که علیه نیروهای نظامی افغانستان و خارجی میجنگیدند انتقادهای زیادی را در پی داشت. از زمانی که طالبان کابل را در ماه آگوست گذشته تصرف کردند، کرزی میگوید که او در حصر خانگی بسر میبرد و نمیتواند بدون اجازه پایتخت یا کشور را ترک کند. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان. اوقات خوشی داشته باشید.